درود بچه ها، امیدوارم عالی باشید. اینجا این با یه سولفژ دیگه، آهنگ مرا ببوس. میدونم خیلی ها منتظرش بودن، هم منتظر نوت به نوت سولفژ کردن این آهنگ و بررسی تمام ریتم و فیگورای ریتمیکی که داره، و هم از اون طرف نوت و بکین ترکش رو خیلی از بچه ها میخواستن داشته باشن، که میتونید توی توضیحات و دیسکریپشن این ویدیو یه لینکی گذاشتم، اونجا اگه واردش بشید پایین صفحه میتونید نوت و بکین ترکش رو هم دانلود بکنید، شما هم داشته باشین تمرینش بکنید. و این سولفجا اصلا مختص ساز به خصوصی نیست، همونجور که قبلا هم گفتم شما هر سازی مینوازید، از سازهای مثل ویولون و گیتار و پیانو گرفته تا هارمونیکا و فلوت و ساکسیفون، ترومپت، هر سازی که میزنید این سولفجا کاملا مناسبتونه و شما هم میتونید تمرینش بکنید و روی سازتون پیادش بکنید. خب بچه ها، خودتون میدونید که روالمون به این صورته که اول آهنگو کلن بررسی میکنیم، ببینیم سرکلیدش چجوریه، میزان نما، فیگورای ریتمیکی که داریم و همه اینا رو دونه به دونه بررسی میکنیم، میزان به میزان وزن خوانی میکنیم. اگه سرعت آهنگ بالا باشه سرعتشو کمتر میکنیم و سعی میکنیم با سرعت کمتر و تمپوی کمتر وزن خوانیش بکنیم و بعد با سرعت اصلی. ولی خب اینجا همونجور که میبینید خب تمپوی آهنگمون بالا نیست و یک بار وزن خوانیش میکنیم و یه بار هم میریم سراغ سولفژ کردنش با همون سرعت 55. خب بچه ها، از اون اول بررسی بکنیم ببینیم اصلا چی داریم تو این آهنگ. همونجور که میبینید خب در ابتدای همه خطوط کلید سول رو داریم، که این مشخصه که با چه سازهایی میشه زد. 80-90% سازها از کلید سول تبعیت میکنن. خیلی راحت میتونین با سازتون این نوت رو اجرا بکنین، همونجور که اول ویدیو هم گفتم. خب میریم سراغ سرکلیدش. همونجور که میبینید این آهنگ توی سرکلیدش سه تا دونه بمول داره، روی خط سوم، بین 4 و 5 و بین خط 2 و 3. روی این جایگاه ها ما نوتای سی، می و لا رو داریم. یعنی شما هر جا توی آهنگتون نوتای سی و می و لا دیدین از هر اکتاب، بچه ها هیچ فرقی نمی کنه. خیلی از بچه ها و از جمله هنرجوهای خودم به اشتباه فکر میکنن وقتی که مثلا روی خط سوم حامل یه دونه بمول داریم، یعنی فقط نوتهای سی که روی خط سوم هستن رو باید بمول بکنیم. بچه ها اینطوری نیست. شما سازتون گستره یا محدوده صوتیش هر چقدر که باشه، هر چی نوت سی توی هر اکتاو دیدید باید به صورت بمول شده بزنید. همینطور نوتهای می و لا. پس حواستون به این موضوع باشه. میزان نمای این آهنگ 2-4 هست. یعنی ما 2 تا ضرب توی هر میزان داریم. به عبارتی 2 تا سیاه در هر میزان داریم، یعنی میزان هامون رو باید 2 ضربی بشماریم، شبیه 2 تا سیاه. باز اینم به این معنی نیست که شما توی هر میزان حتما 2 تا سیاه میبینید. ترکیبات مختلف و فیگورهای ریتمیکی میتونید ببینید که مجموعشون، یعنی وقتی که کشش یا ارزش زمانی اونا با هم دیگه جمع میشه، تشکیل 2 تا ضرب رو میده. خب ببینیم با هم دیگه میزان به میزان بررسی میکنیم. بچه همونجور که میبینید توی این آهنگ فیگور ریتمیک غالبمون چنگ نقطه دار دولاچنگ هست و همچنین نوتهای دولاچنگ و سکوتهای چنگ نقطه دار رو هم میبینیم که خیلی شبیه به همونه. یعنی فرقی نمیکنه که شما یه سکوت چنگ نقطه دار و نوت دولاچنگ داشته باشید یا نوت چنگ نقطه دار و دولاچنگ، هیچ فرقی نمیکنه. اونجا باید سکوت بکنید، اونجا باید نوت اجرا بکنید. منظورم اینه که اون فیگور ریتمیکی که دارید میبینید خب کاملا یه چیز ثابت هست. بچه ها اگر که این فیگورا رو بلد نیستین باشون ضرب بگیرید، یعنی متوجه نمیشید که چنگ نقطه دار چقدر ضرب هست، دولا چنگ چقدر ضرب، چجوری توی یک ضرب باید اجرا بشن، باید حتما به صورت پایه اول ریتمتون رو قوی بکنید بعد بیاید سراغ این آهنگا. بچه ها نمیخواییم یه چیز توتیوار با هم دیگه کار بکنیم، یه چیزی که اوکی مثلا این آهنگ دو دو می سول، خب این چه اتفاقی افتاده، چجوری روی ضرب داره پیش میره، آیا متوجه میشین که هر فیگور ریتمیک توی ضرب خودش چه اتفاقی براش افتاده، مثلا چنگ نقطه دار چقدر یک ضرب رو داره به خودش اختصاص میده، از اون ور اون دولا چنگ چجوری داره تکمیلش میکنه. اگه اینا رو بلد نیستید من یه دوره ریتم خوانی دارم که بهتون پیشنهاد میکنم حتما درسای اولش رو ببینید تا با فضاش بیشتر آشنا بشید. من اومدم فرض رو بر این گرفتم کسی که میخواد این دوره رو تهیه بکنه هیچ چیزی از ریت، میزان نما، نحوه ضرب گرفتن، کار کردن با مترونوم نمیدونه و اون دوره هم باز هیچ محدودیتی برای سازهای مختلف نداره. یعنی شما
چه سازهای کوبه‌ای بزنین، زهی آرشه‌ای، بادی، کلاویه‌ای، هر سازی که می‌خواید بزنین ریتم به درتون می‌خوره. ریتم چارچوب کلی یه آهنگ هست. همونجور که می‌بینید توی تصویرم من دارم نشون میدم که این دوره رو چه جوری می‌تونید تهیه بکنید. می‌تونید وارد وبسایتم بشین، دوره ریتم خوانی رو انتخاب بکنید، 3-4 تا درس اولش که رایگان هست رو ببینید. اونجا از 0-0 همه عرض زمانی های نوت گرد و سفید و سیاه رو بررسی کردیم و توزیع مترونوم و میزان نما و بعد رفتیم سراغ درسامون. هی به ترتیب سخت و سخت‌تر میشه. نوتای چنگ رو داریم، دولا چنگ، ترکیباتشون، نقطه میاد جلوشون اگه با هم متحد بشن، اگه سکوت بینشون قرار بگیره. و این دوره مطمئنم مناسب تمام افرادی هست که توی ضرب گرفتن و ریتم مشکل دارن و به شدت بهتون پیشنهادش میکنم. خب میریم سراغ ادامه ماجرا. همونجور که گفتیم توی میزان اولمون توی ضرب اولش ما یه سکوت چنگ نقطه دار داریم، اون همزه میبینید اون سکوت چنگه و یه نقطه جلوش قرار گرفته، خود چنگ که معادل نیم ضربه. و اینا هم بچه ها باید بگم ما به ازای تمام ارزش زمانی مختلف توی موسیقی سکوت هاشون رو هم داریم. یعنی اگر نوت گرد داشته باشیم سکوت گرد هم داریم، سفید همینطور، سیاه همینطور، چنگ سکوت خودشو داره، دولا چنگ سکوت خودشو داره و سکوت ها هم دقیقاً میتونن از قانون نوت نویسیمون تبعیت بکنن. یعنی دقیقاً ما توی نوت ها که میتونیم نقطه جلوشون قرار بدیم توی سکوت ها هم همینطوره. یعنی شما سکوت چنگ رو میتونید نقطه جلوش قرار بدین و تبدیلش بکنید به یک سکوت نقطه دار. پس سکوت چنگ خودش معادل نیم ضرب هست و وقتی یه نقطه جلوش قرار میگیره نصف نیم باش جمع میشه. نصف نیم میدونیم که میشه 25 صدم، خیلی ممکنه حالا ریاضی پیچیده ای هم نباشه ولی خب برای بعضی از بچه ها ممکنه خیلی چالش برانگیز باشه. میگن خب حالا مثلا این 25 صدمی که باش اضافه کردیم بعد چه اتفاقی میفته؟ بچه‌ها یواش یواش یادش میگیرین، اصلا چیز ترسناکی نیست. خب پس یه نقطه که جلوش قرار میگیره تبدیل میشه به 75 صدم، چون خودش که نیمه یه 25 صدم باهاش جمع میشه و تبدیل میشه به 75 صدم ضرب. بعدش یه دونه دولا چنگ داریم که 25 صدم ضرب. پس سکوت چنگ نقطه دار میشه 75 صدم ضرب و نوت دولا چنگ میشه 25 صدم ضرب. این دوتا با هم دیگه تشکیل یه ضرب رو میدن. بچه ها دقیقاً فیگور ریتمی که بعدیش رو نگاه بکنین، اون دومی که داریم اگه دقت بکنید یه دو چنگ نقطه دار هست و یه می دولا چنگ و اینم دقیقاً همون شکلیه. یعنی شما اون سکوت هم که میخواین بزنین فرض کنین میخواین نوت رو اجرا بکنین، فقط سکوت میکنین و هیچ اجرا نمیکنین. برای اجرا کردنش ما میگیم دا دا. اگه من بخوام دوتاشو نوت در نظر بگیرم مثل اون ضرب بعدی که دومی هست میشه دو می، ولی اونجا که سکوت داریم توی ضرب اول این دو رو نمیگیم، دو دو، پس میشه دو دو می، به این صورت میشه. بعدش که یه سول داریم که با سول بعدی خودش متحد شده و مجموعاً با 4 ضرب اجرا بشه، چون هر کدومشون سفیدن، وقتی که با هم متحد میشن ارزش زمانی ها با هم جمع میشه و شما باید یک سول 4 ضربی اجرا بکنید. دوباره میریم توی میزان بعدی و شما میبینید فیگور ریتمی که غالب این آهنگ همینه. یعنی شما اگر یه دونش رو بتونید خوب از نظر ریتم و ضرب گرفتن متوجه بشید فقط نوتا داره عوض میشه. مثلا اونجا داشتیم دو دو می ولی اینجا داریم لاس، ببخشید لا دو لا، به این صورت میشه. پس شما کافی یه دونهشو متوجه بشید، اون میزانایی که چنگ سکوت چنگ نقطه دار دارن نوت دولا چنگ و بعدش نوت چنگ نقطه دار و نوت دولا چنگ. یعنی کل فیگور ریتمی که غالب اون همینه، خودتون میتونید ببینید. به خاطر همینه که من به خیلی از بچه‌ها و هنرجوها میگم که آهنگ برای خودتون سخت نکنین، بگردین ببینین چقدر میزانای تکراری از نظر ریتم دارید. وقتی که ما بهش نگاه میکنیم میبینیم همه چیزا کاملا شبیه به هم دیگه است و این خیلی کارتون رو راحت تر میکنه، یعنی انگیزتون رو توی تمرین اون آهنگ خیلی میبره بالا. خب میریم سراغ میزان چهارممون. پس یه سکوت چنگ نقطه دار لا دو لا و بعدش هم که سول.
و اگه بخوام پشت هم بخونم کل خط اول رو میگه دو دو می سول لا دو لا سول به این صورت. فکر کنم یه دونه از ضربای اون نوت سوله رو نخوندم، یعنی اون سوله چهار ضربی رو فکر کنم سه ضرب خوندم اگه اشتباه نکنم. و بعد میریم بچه ها سراغ خط دوم، بازم همون فیگور تکراری، یعنی ما سول لا سول سی لا سول می به این صورت. پس میبینید بچه ها خیلی چیزای تکراری داره و توی میزان 7 و 8 و میزان 7 که بازم یه سکوت چنگ نوته دار داریم و نوت دولا چنگ، دوباره نوت چنگ نوته دار رو نوت دولا چنگ، و بعد توی میزان 8 ما داریم سی بمول در واقع چنگ نوته دار و لای دولا چنگ، و بعدش یه دونه سیاه سول. اینجا یکم متفاوت میشه، یعنی شما اون چنگ نوته دار دولا چنگ که میزنید بعدش دوباره مثل خودش نیست، شده یه دونه نوت سیاه. و بچه ها بازم میگم حواستون باشه تمام این چیزایی که الان اجرا کردیم اگه می و لا و سی دیدید باید به صورت بمول شده اجرا بکنید. حواستون بچه ها به این موضوع باشه، همونجور که روی نوت هم من مشخص کردم، چون بعضی از بچه ها میان میزننش یادشون میره بمول بکنن، بعد میگن این چون مثلا صدای آهنگ مرا به بوس نمیده. بچه ها دقیقا به خاطر همین موضوع، شما اگر این رعایت نکنید انگار نوت های خارج دارید میزنید، نوت های فالش نسبت به گام اصلی قطعمون. این از این. و بقیهش هم بچه ها خیلی چیزای تکراری داره، یعنی من اگر بخوام واقعا دوباره براتون تمام اینا رو بخونم در حال حاضر، خب چیز جدیدی برامون نداره و همشون تکراری هن از نظر فیگور ریتمیک، فقط نوت ها دارن عوض میشن. و میریم الان با سرعت 55 و میزان نمای 2-4 این آهنگ رو در ابتدا وزن خوانی میکنیم. وزن خوانی همونجور که گفتم میتونین شما نوت ها رو مثلا کاری به فرکانسشون نداشته باشین که این دو می ره هست و اینا، کاری به اینا نداشته باشین، ما صرفا ارزش زمانی نوت ها رو روی ریتم میخواییم ادا بکنیم با لفظی به نام دا که شما میتونید از لا استفاده بکنید، با و ده، هر چیزی که دوست دارید. خب میریم با هم دیگه بخونیمش. یک دو دا 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 تا آخر میزان دا 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 تا آخر میزان. بچه ها این از وزن خوانی یا ریتم خوانی آهنگ مرابه بوس که همونجور که دیدین دستون هم گفتم خیلی چیزای تکراری داری، یعنی شما وقتی که وزنشو میخونین تازه میفهمین که این آهنگی چقدر جمله ها شبیه به هم دیگه است، فقط انگار نوتا دارن عوض میشن. پس شما فیگور ریتمی که یه دونه یا دو تا از میزاناشو یاد بگیرین دیگه بقیهش کاری نداره. خب بچه حالا میخواییم بریم با هم دیگه با بکین ترکش این آهنگ رو وزن خوانی بکنیم. حسابی گوش کنین و دقت کنین ببینین من چجوری نوت ها رو میخونم. خوب گوش کنین. سول مي فا
سول فا لا سول فا ره دو ره می سول فا می ره دو ره سول سول لا سول سی لا سول می فا سول فا لا سول فا ره دو ره می سول فا می ره دو ره دو. خب بچه ها، اینم از سولفژ آهنگ مرا ببوس. همونجور که گفتم هم نوت و هم بکین ترکش توی لینک اولی که توی دیسکریپشن هم هست میتونید اونجا پیداش بکنید، شما هم تمرینش بکنید. خیلی آهنگ قشنگیه، یکم برای بچه‌هایی که هارمونیکا میزنن، یعنی همساز ما هستن، یکم ممکنه نوتای اکتاو بمش اذیت کننده باشه، مخصوصا اگر اول راه باشین، ولی خب مطمئنم که اگه حساب تمرینش بکنین کیفشو میبرین و حسابی براتون لذت بخشه. تا یه سولفژ دیگه، خدا نگهدار.